احمد ظاهر نامی که برای میلیون ها تن در درون و بیرون از افغانستان آشناست. او در 33 سال زندگیش 13 آلبوم رسمی آهنگ تهیه کرد. مادر بینا اکنون برای نخستین بار فیلم مستند در مورد این هنرمند پرآوازه افغانستان ساخته می شود. امروز مهمان من سام فرنچ، کارگردان شناخته شده آمریکایی است که کارگردانی فیلم احمد ظاهر را به عهده دارد. سام فیلم مستند بچه های بزکشی را نیز کارگردانی کرده که نامزد جایزه اسکار هم بود. سلام و خوش آمدین. اول می خواهم بپرسم که چرا احمد ظاهر برای شما مهم است؟ من برای نخستین بار در سال 2008 به افغانستان رفتم. با کشوری روبرو شدم که در خبرها انتظار دیدنش را نداشتم و در رسانه‌های غربی هم در موردش چیزی نشنیده بودم. هنگامی که در آنجا بودم با موسیقی احمد ظاهر آشنا شدم. فکر می‌کنم اون نماینده تمام عیار کشور است که غالباً مردم آن را آنگونه نمی‌بینند. Thank you for this. As you, احمد ظاهر به نام الویس پرسلی افغانستان هم یاد می‌کردند. شما شباهت‌های را بین این دو ستاره زمانشان می‌بینید؟ فکر می‌کنم شباهت‌های مانند سبک پر آب و تاب و اینها میان دو هنرمند وجود دارد. اما از دید من نقش احمد ظاهر عمیق‌تر از الویس است. او از موسیقی راک اند رول کار گرفت، اما در کنار آن از موسیقی سنتی افغانی هم در آهنگ‌های خود استفاده کرد. فکر می‌کنم که پیوند او با مردم افغانستان بسیار عمیق‌تر از پیوند الویس است و موسیقی او امروزه در دل و روح مردم نشسته و افغان‌ها را در تمام نقاط این کشور و بیرون از آن متحد می کند. خب درباره خود مستند به ما بگوین. احمد ظاهر در دهه‌های 60 و 70 به شهرت رسید که یک زمان بسیار بی‌نظیر در تاریخ افغانستان بود. تغییرات رو به پیشرفت در کشور فراگیر بود و امیدی زیاد برای آینده وجود داشت. فکر می‌کنم او به عنوان یک شخص و از طریق موسیقی خود این همه را در بر می‌گیرد. یعنی امید برای آینده، امید برای تغییر. فکر می‌کنم که بسیاری از مردم در مورد آن دوره نمی‌دانند. آنها افغانستان را به حیث یک کشور دوچار جنگ می‌بینم. من می‌خواهم درک آنها را نسبت به افغانستان تغییر دهم. فکر می‌کنم او امروز از آن روزگار و جهان سخن می‌گوید، به ویژه در دوران قوم‌گرایی و سیاست هویتی. فکر می‌کنم که اکنون به گفتن این داستان بسیار نیاز است و باید آن را همین حالا بگویم. قصد دارین بخش از تصویر برداری فیلم را در افغانستان هم انجام بدین؟ بله، چنین است. من فیلم های زیاده را در افغانستان تصویر برداری کردم. یکی از چیزهایی که همیشه می خواهم انجام دهم نشان دادن زیبایی این کشور است. من فیلم بچه های بزکشی را در همکاری با افغان ها ساختم و برای من جای بسیار افتخار بود که آن فیلم نامزد جایزه اسکار شد. فکر می کنم دلیلش هم این بود که من زیبایی افغانستان و مردمش را نشان می دهم و می خواهم با این فیلم هم همین طور باشد. ما قصد داریم به افغانستان برویم و در آنجا تصویر برداری کنیم و گوشه دیگری این کشور را که مردم ندیدن نشان بدهیم. چه زمان تصویر برداری خواهید کرد می دانید؟ ما در حال حاضر وارد مرحله ابتدایی ساختن فیلم می شویم. این مرحله ابتدایی چندین ماه طول خواهد کشید. احتمالاً پایان سال آینده فیلم برداری خواهیم کرد. چه چیزی را نمایش میدین که بی نظیر باشه و تا حال علاقمندان احمد ظاهر ندیده باشند؟ خوب، یکی از چیزهایی را که می خواهیم انجام دهیم از برکت دخترش شبنم که از من خواست فیلم احمد ظاهر را بسازم. تحقیق در مورد رمز و راز مرگ اوست. برخی افراد فکر می کنند که او در تصادف موتر در گذرگاه سالنگ کشته شده است. دیگران فکر می کنند که شوروی ها به سر او گلوله زدند. با افراد زیاد صحبت می کنیم تا دریابیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده بود.
آیا شواهد موثق در این زمینه دارین؟ هنوز نه، اما در موردش تحقیق میکنیم. چیز دیگری که میخواهم نشان بدهم این است که احمد ظاهر عشق فراوان نسبت به افغانستان داشت. او از کشوری میگوید که در قلب افغان هاست، اما یک مقدار از یادها رفته است. فکر میکنم از طریق این فیلم و مواد آرشیف در مورد احمد ظاهر و افغانستان میتوانیم همان چهره زنده این کشور را دوباره احیا کنیم، چیزی که نشانگر طرف متفاوت افغانستان است. همونطور که گفتین شما فیلم بچه های بزکشی را هم ساختین که نامزد جایزه اسکار هم شده بود. دیدگاه شما در مورد مستند آینده درباره زندگی احمد ظاهر چیست؟ فکر میکنم این واقعا یک مستند مهم است. هدف ما این است که مخاطبان زیاد پیدا کنیم. افغانها از بیرون و درون افغانستان از ما حمایت بی‌نظیر کردند. ما فعلا در مرحله نهایی برنامه گردآوری پول هستیم. دو روز دیگر مانده به آن. و اگر میخواهید فیلم ساخته شود و بخش از تاریخ باشید، میتوانید کمک کنید. این فیلم هم برای مخاطبان افغان است و هم برای مخاطبان غربی، مثل فیلم بچه های بزکشی. هدف اصلی من این است که این فیلم در سطح جهان در دسترس باشد و افغانستان را نشان دهم که دوستش دارم و می دانم که همه دوستان افغانم دوستش دارند. سام فرنچ، thank you very much for your time. I do appreciate it. Thank you very much.